سلامونه. کی چاره؟ ستړي مشي. تاشام خپرونه ده او زه تاسو ته ډالۍ کوم. بیا هم خوشاله يم چې د یو ساعت لپاره ساسو میلمه یم او میلمه هم ځان سره بل میلمه لري. نو په نننۍ خپرونه کې تکړه ځوان با استعداده او داسې یو څوک دی چې کیسې خبرې اترې چې ورسره کوي نو نه مړېږي پې نو هر سړی هیله لري ارزو لري چې داسې یو استاد ولري چې یو څه ترې زده کړي. نو وګورو چې دی مونږ د تنبل شاګرد چېرته تللی دی. عاصم جان سلام، وختت بخیر، شامت بخیر بیادر. سلام میوند عزیز، تشکر. شب خودتان بخیر باشه و همچنان شب هموطنهای عزیز بخیر باشه. آرزو دارم که صحت کامل داشته باشن هم شما هم هموطنهای عزیز. خوشحال هستم که بازم آمدیم و امشب در ساحه کارتی نو و به یکی از پرده فروشی ها مراجعه کردیم و خواستیم که از اینا یک گزارش کوتاه بر شما و بیننده تقدیم کنیم. کمی بزرگوار پالوی ما هستن، سخن رو با اینا آغاز میکنیم. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قرار بخاریز بیاین کمی طرفتر که دوستان ببینن. خوب هستین؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هست. سلامت. میشه خود معرفی کنین؟ نام ما اسماعیل هست، در کارتینا پرده فروشی دارم، کار پرده میکنم، دکان پرده دارم. خب اسماعیل جان، در اول گفتن کمی کمره کمک تاثیر داره، من گفتم نه دیگه سوال خاص نمیکنیم از شما. زندگی انشاءالله بخیر میگذره. شکر پدل خدا، از خودت خوب هستی؟ سلامت. چطور از دی شب روز خرید و فروشتان؟ شکر الحمدلله خوب است. مشتری ها میاید اگه چیز خوش برد بگویم، مشتری خوب است. علی تل پروش زیاف است دیگه، خوب است. مشتری ها میاید، پرده و توشک و برد بگویم مجلس عربی، هر چیز که کار باشه جمعی گیره دیگه. خوب است. شکر خوب است کارا، شکر الحمدلله خوب است. نسبتا پیش بود دیگه کارا خوب بوده، بسیار خوب بوده. حالا دیگه کم تغییر آمده، قضاف نه. فکر میکنم دمی یک سال قبل یا پیشتر از اون در هر فصل که می آمد مردم حتی پرده تغییر می داد، همونتی یک رسم آمده بود در کابل، نه؟ جانا پیش خوب بوده دیگه، مردم از خارج هم می آمد دیگه، سال یک دفعه پردم تبدیل می کرد. حالا خوب است شکر، از زمستان که دل پیش زمستان بیخی یکم کارا استاد بود، حالا کارا پس خوب شده شکر. شکر خوب است. حالا جنس هم سال ما دارم دیگه، در بازار اوت جنس ها نیست که پیش ماست. مشتری ها میه بنا میه دیگه، چیزای لکس کار داشته باشه پیش ما میه. او تا دیگه علی مثال پرده است، اینه پرده است، علی نو آمده. توشک هم داره، باز پرده هم است. هم توشک داره هم پرده؟ پرده هم داره، توشک هم داره. سید توشک شو جماندگی است. تا اون باز دیگر رنگ هم داره. این از این رنگ ها دیگه شده. برای دوستا، دوستا قسمی که شما میبینین اینجا یک دیزاین پرده خیلی جالب، خصوصا خانم ها دیگه بیشتر به هیچ چیز علاقه دارن، بعد دیزاین و تزیین خانه که باید چقدر زیبا باید باشه. و شما میبینین که این یک دیزاینه که بسیار خوبش که نو آمده. هم شما گفتین که هم چی داره؟ بالشت و هم توشک داره. توشک هم داره، بالشت هم داره، باز دیگر رنگ هم داره. این مامت باز رنگ های زیاف داره، دیگه نو آمده، توشک شسته، باز هم رنگش هم توشک داره دیگه. یعنی کلش توشک ها پرده است دیگه، رنگ ها داره، مختلف رنگ هاست. باز منزل پایین هم تکاش ماندگی است اوجا. اینا را خودتان میدوزین، آماده میکنین، خیاط دارین یا ای که آماده اما تو خریداری میکنین؟ نه، ای خیاط دارم دیگه. تکه از چون میایه؟ از ترکیه میایه. اینجا باز خیاط دارم، جور میکنه او دیگه. پرمایش مشتری است که پرمایش بده، پامون پرمایش برای جور میکنم. توشک و بالش. دیزاین هایی که شما جور میکنین از کدام کشور ها تقلید میکنین یا خودتان یکم چیز نوآوری میکنین؟ والا از چین هم میای، از ترکیه میای، از ایران هم میای. خب مال ما کلش از چین از دیگه، بر پارمایش از دیگه. چیزای خاص دیزاین هایی که جور میکنین، منظور من این پردایی که جور میکنین، امی ساختارش یا دیزاینش از کی تقلید میکنین یا خودتان نوآوری میکنین؟ نه انشالله ما خودم هم چی میکنم، جور میکنم. از دیگه تیار از چین تکه میای، دیزاین ها نمیای. بازی جا ما شما دیگه مشتری پرمایش بده، همه چیز برش جور میکنم. نظر به فرمایش مشتری جانا. خب یک کلکین پرده با یک چی میگن، یک سیت مکمل میشه، چه قسم شما ایره به فروش میرسونید؟ توشک هست، یک توشک، یک بالشت، یک لوله. تا 5500 و 5000 و 4500 تو میای دیگه. یک علی... توشک، یک بالشت جانا، یال تکاز دیگه متر 1300 پاسته. مشتری میخواد یگانش لوله میخواد، یگانش تنه توشک و بالشت میخواد. او دیگه یک سیت مکملش چند گفتین؟ تا 5500 5000 پمیه.
ستش. 5000. خب بسیار خوب. دوستا شما میبینین اینجا دیزاین‌های بسیار جالب دیگر هم. اینی خیلی مقبول است. اونو مرا خوش اومد، جالب‌تر بود. و خب رنگاز دیگه ذوقا مختلف است. هموطنا دیگه هر کس نظر به سلیقه‌اش، نظر به اینی هم خیلی چیزه که سنگین‌تر و دیزاین مقبول. نو بار اومده این دیزاین به نام صخره ای است نو اومده. اینم زیاد خوش میکنه بر اتاقای عروس و با میهمان خانه میگیره. با زمرنگ شه توشک شم دارم اونجا توشکاش هم ماندگیسته. با دیزایندار جور میکنه این دیزاین های نو است. باز انشالله دیگه مشتری ها که میان یک چیز مراد میکنین یا نه؟ چرا نه، ما در خدمت هستم دیگه. مشتری ها که ما بر پیش هم گفتم مشتری که چیز خاص کار داشته باشه و پیش ما میه. اگه مثال تو خوب ارزان بای هم دارم، پرده ارزان بای، توشک ارزان بای هم دارم. خوب مشتری که بلد باشه و انشالله از دور دور جای هم میه. از پیش شما دیگه دور نمیشه. جانا. دوستا پیشتر میریم، اون طرف هم توشک ها و بالشت ها هست. میشه که برای دوستا نشان بدیم. آمد آمد سال نو است، گرچه اقتصاد هم قدر خوب نیست دوستا میفهمیم، اما بعضی ها علاقه دارن، امکاناتش هم دارن و میتونن که خب اینی چی استکایش از دیگه توشک هاست درست؟ باید دخته شوه؟ توشک نو است نو آمده، اونه او توشک هم است، اون هم توشک هم من بالش داره دیگه، یعنی چیزا هست دیگه. بسیار گپ نیک است، واقعا خیلی خوش شدیم اینجا آمدیم و چیزای خیلی جالب و دیدنی را دیدیم. انشالله دیگه اگر ما بیاییم مراجعه کنیم دیگه مرات ما میشه. من خدمتتون، چرا نه؟ چقدر مرات ما را میکنیم؟ بالا دیگه بر شما خود دیگه خوب مرات هست دیگه، پایدار از پیشت نمیگیرم. دوستا دیگه از ما فایده نمیگیره. اینه شوخی میکنم دوستا دیگه، یعنی بعض وقتا بسیاری کسا هست که مثلا میاین یک تعداد هستن که یک اندازه استفاده جویی میکنن، نه؟ کار خود بیغم باشه، ما خود کت مشتریم دیگه مرد جاف میکنم بخاطر از اینکه جنس های ما تو جنس های خاص هست که او ججور میکنم با پرمایش، مثال برد بگویم پرمایش میتونم با جور میکنم، ولی مثال کیفیت چه اگه کم کنه ای خود تکه است، یک تار دو تار کم کنه بیخی دیگه برد بگویم چیش هم کم میه، نرخش هم کم میه. یکان مشتری ما بلد از اون میگم چیز خاص باشه دیگه پیسیش نمیگرده، چیز لکس هم میفالا. آه دیگه مردم های پیسدار میای پیش تو، نه؟ میای دیگه، غریب ها میای، پیسدار ها میای، ما در خدمت هستم، مرا که مشتری ما برد پیش هم گفتم. اگر گفتم یک نفر بیا بگید پیسه ندارم برای ما یک سیت مکمل شد جور کجور میکنه؟ که پیسه نداشته باشه او چیز نمیگیره دیگه، که پیسه باشه باز میگیره. نه ما اگر بگید من ندارم، شوق دارم برای ما جور کنین میکنه؟ باز جور میکنم برش، ها چورا نه؟ طال هم تو نشده که این مشتری آمده باشه که پیسه ندارم چیز رو بریم جور کن. خوشوخی کردیم. دوستا هست تو که دوستایی هستن که علاقه دارن دیگه، باز دیگه امکاناتش ندارن، شاید پول بسیار کم داشته باشه. خوب باز میه دیگه، اینجا خوش میکنه، باز هر وقت که پیسه رو پیدا کرده میه. همون چیز شاید پیسه امکان نداره. نه بدون پیسه دیگه نمیگیره، باز میگه میایم دیگه میگیرم باز پرده. بسیار خوب، تشکر از شما. باش کنی تکت دوستای عزیز، حال خرابی نشه از پیش ما. دوستا ببخشین که برنامه به طور زنده است، اگر کدام کمی و کاستی می باشه شما با بزرگواریتان ما را عفو کنین. خب بسیار خوش شدیم که اینجا آمدیم، تشکر فراوان از شما. کدام پیام و گپ داشته باشین؟ طول خود چیزی برد بگویم باید پیام ندارم، که هر چیز کار باشه من در خدمت هستم بر مشتریان. خب دیگه از همین طریق مصدر خدمت هستیم. ما در خدمت هستم، چیز کار باشه پرده و توشک با قیمت مناسب دیگه ما در خدمت هستم، چیزای کیفیت بالا دیگه، چیز نو، توشکای عربی، توشکی کوچی و برد بگویم بالاشتای دیزایندار، پرده دیزایندار ما در خدمت هستم. یعنی می که گفتین فکر کو که بر کلگی رسید، انشالله دوستام میفهمن دیگه، پیدایت میکنن کسی که علاقه مند. ما علی مشتری ها دارم از خارج هم زنگ میزنن دیگه، میگه بر ما پرده جور کلی، یکی زنگ زده بیرق افغانستان خواسته توشک و بالشت و کل چیزاش بیرق افغانستان، ما برد نشان میتون بود چیزا را که برد بگویم که مثال از خارج هم زیاف مشتری ها زنگ میزنه، چیزایی که مثال نه ایجالی علی زیاد فروش داره که مثال بر خارج زیاف میبره، علی مشتری ها میاد دیگه، رنگ رنگ مشتری از دیگه. خب برو خوب از دیگه.
دوستای عزیز، تشکر از شما هم که تا ایدم گزارش دیدین. امید خوشتان آمده باشه. آمده سال نو است. خواستیم یک گزارش از پرده فروشی ها بر شما تهیه کنیم که شما هم ببینین، علاقه بگیرین. یک ذره دیگه گرچه میفهم شرایط و قدر مناسب هم نیست، اما بازم ما کوشش میکنیم برنامه بر شما آماده بسازیم که مورد قبول شما قرار بگیره. تشکر از شما. قابلش نیست بیاد. بخیر باش. بخیر باش. سلامت باشین. شب همه بخیر باشه. الله نگهدارتون. تشکر عاصم عزیز، قربانت، بخیر باشی، متوجه خود باشی، پس بخیر دفتر بیای. نو آورده دوستانو دم تاول دم نباد و زمان خوک ملما رسروی پویگی چه ده پانتون استاز زیارمل خپلواک ده پرنو نیخ پروانه که باز با سر لرو خبری با سر کو بیام نمک سر وسی. بازم خوش آمده دوست عزیز با برنامه و مهمان ما رسیدن با ما است و در پولی ما نشسته است. بیشتر امرتون گفتم که استاد جوان با استعداد که میبینین فکر میکنین که نیوالا متعلم صنف دوم است، خبر نیست که استاد پنجون است. استعداد باشه اینی رقم. استاد زیارمل خپلواک بنا نیخ پروانه که در اثره. استاد خوش آمدین با برنامه. منام خدا، سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌های عزیز. امیدوار هستم همگی شام را روز را تا این دم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن و امیدوار هستم یک دستاورد امروز با یک دستاورد به خانه هایت برگشت باشن. بشک. استاد عزیز، کدام وقت شده که صنف زیر تاثیر رفته باشید؟ تحت تاثیر نرفتیم، ولی بعض وقتا اگر ما یک خاطری جالب خود بگویم، سمستر اول شروع شده بود و من میخواستم که به پانتون برم، یعنی صنف نو شروع شده بود. بله. من نو وقت رفتم امروز، یعنی سرم نو وقت شد. این نو وقت رفتن هم باعث میشه که بعضی مسائل را فراموش بکنی. ما که به صنف داخل شدیم، روز اول که بریم باید ما بسیار با انرژی بریم تا شاگرد تحت تاثیر ما قرار بگیره، نه ما تحت تاثیر شاگرد قرار بگیریم. یک مشکل که ایجاد شدی بود که من امروز نتونستم خوب افهام و تفهیم بکنم. یعنی ما خودم، یعنی خودم فهمیدم که امروز همین درس که ما دادم، یعنی خودت اون مزه نداد، خودم مزه نداد، یعنی چنین چیز شده. ولی تا حد زیاد کوشش کردیم که تحت تاثیر قرار نگیریم. یعنی مهارت ها رو مثل، یعنی استاد مهارت ها رو میفهمه چطور زیر تحت تاثیرش مثلا قرار نگیریم. چه خواهد میشه به صفت استاد پانتون؟ ما خو قبلا، یعنی ما صنف نوع مکتب که تدریس میکنم، یعنی از او دوره، یعنی با استاد پانتون نبودیم. یعنی از صنف نوی مکتب در اول ما یکی از کورس‌های انگلیسی می‌خواندم. یعنی من مثلا کمی انگلیسی که خواندم، اما مرکز از ما درخواست کردن تا ما در اینجا به حیث استانت امرایشان باشم، یعنی همکار باشم. یعنی آهسته آهسته از اونجا آغاز کردیم، در کورس تدریس می‌کردیم. بعد از اینکه محصل شدیم در یکی از اینستیتوت‌های معتبر فعلا در کابل هست، اونجا رفتیم. بعد از او وقت پانتون را تمام کردیم، یک وظیفه دولتی داشتیم و یعنی باعث استاد پانتون تقریبا 3.5 سال میشه که ما در پانتون درس میدم. 3.5 سال استاد پانتون هستیم. شاگرده که عمرشان از شما کده زیاد است و شیشتنی یا یگان های کلی که خوب نمود و خطرناک تکتو دار دواز بیچه، از اون باید تو آسانی سوال میگنین یا تیره تاله بیاره تو بیشی لالا تو بخی؟ نخیر. در صنف معمولا ما که وقت وظیفه داشتم در تایمای شام و صبح وقت تدریس میکردم. معمولا در مو صنف ها در مو تایم ها کسایی بودن که معمولا در او صنف، یعنی خورترشان، خورترین فرد در او صنف ما بودم که استادشان بودم. یعنی همشان بزرگ سالا بودن، تمامشان سنینشان از ما کرده زیادتر بودن. یعنی اونها خیلی احترام میکردن و هم چیزی که میخواستم ازشان میپرسیدم. یعنی واقعا امروی همیشان یکسان رفتار میکردم. یعنی فرض میکردم، یعنی به ما سن مطرح نبود در سن. یعنی برای ما محصل بودنشان مطرح بود که یک چیز ما افهام و تفهیم بکنیم. نه چنین چیزی نشده مثلا از هیکلشان ما کدام حراس ترسیده باشیم و از اونها چیز نپرسیده باشیم، مثل محصل برخورد کردیم امروش. روز امتحان بود و شاگرد کتاب آواز کرده باشه یا چپتر خود آواز کرده باشه، اون تفنگ چگه که خودم در پلی میز مانده باشه از روی کتاب ببینه استاسه که تیر بشه خوب استی بچه با. دقیقا چنین چیز نشده، یعنی شنیده ایم و در پانتونی که ما تدریس میکنیم اونجا تلاشی بسیار جدی هست و
چنین چیزی شده که تماس به من تماس گرفتن، زنگ زدن مثلا از پرایویت نمبر که به من همکاری بکنه اگر نه مثلا چنین و چنان. یعنی باز هم ما نمره که مثلا از پارچه میگرفتن امرو برشان دادیم. یعنی مثلا از جوان هاست خودم هم خود نه تو خود نکنین بیاتا و قلب خدا ولو بر نمره که گرفتی. نه 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 نمره که گرفتن امرو برشان دادیم. مقصد اگر کس دهی شرایط کس اختار مختار چیز میته باز دقیقا دولت در خدمت دارم. بله بود بگیم من در خدمت با تیر خدا وردم. خب استاد میخوایم که چون پارت اول برنامه را به شوخی و به یگان پرسشات شخصی شروع کردیم و دوستان منتظر هستن و سوالایی که کردن و سوالایی که ما از پیشتان میپرسیم او را دیگه پس که از وقفه برگشتیم باز پرسش میکنیم. در صنفتان دختر هست؟ فعلا یا قبلا؟ عموما در دختر بود؟ قبلا بود، فعلا هم است. بعد صنفار ما جدا ساختیم، یعنی تعداد طبقه اوناس محصلینی که دختر خانم ها بودن اونها را اگر تعدادشان مثلا از 15 نفر زیاد بود اون را ما صنفایش جدا ساختیم. یعنی تعداد محصلین دختر خانم ها که از 15 نفر تعدادشون به پایین بود در یک صنف با بچه ها درس میخوانن ولی بینشون یک پارتیشن وجود داره پشت پرده. با تقریبا پرده نیست، یک پارتیشن چوبی هست. پرده را پس میکردن، خیلی موزر از این مسئله. ولی ما از اول اقدام کرده بودیم یک پارتیشن چوبی باشه بهتر تر است. خب یعنی هستن بله. بله میگه دیگون پانتونو پرده است کش میکنن قرار شیشتن او طرف کش کردن. بله اجتماعی هم دست به دست شد دیدیم. باز کدام الارم زده اوجه که اگر کسی از دولتی ها کس بیایه که چک کنه پانتونو باز اونمو سوی چه پچک میگونه که آمدن باز کلگی پاس پرده را میدازم. یعنی پانتون و مکتب و عسکری و نظام و کلی چیزای خاطره خیلی خوب میباشد در جایی که کار میکنیم. حالا فعلا ما در جایی که کار میکنیم از 8 صبح تا 4 دیگر هستیم و برنامه تا شام که داریم ما تا 8 بجه شب 8.5 بجه شب میمونیم. یعنی از فامیل اصلی که در با اینا زیاد هستیم دقیقا. و شاید که اما محبت و چیزا از فامیل در بین خودم میجام که از یک فامیل مایی است. بله. و خوش به حال کسایی که خوش هستن و خوش به حال من که شما را رو میمان دارم و این رقم دوستا دارم. هر کس آرزوی نمود یک جای داره. کدام دختر سرتون پرزه رفته در صنف؟ هرچی کدم گفتم باشی گپا چی رقم جیر کنم لشد آخر رو گفتم رفتن؟ والا نگفته نه چیشت نه چنین چیزی خود نگفته چی ده والا یعنی تدریس خودش جدیت خود را داره. یعنی ما مثلا با مسلین چنین بر یعنی چنین رفتارم نمی کنیم که خیلی جدی باشیم اما فضای صمیمانه را یعنی فضای شاگرد مسئول بودن استاد بودن را در نظر می گیریم اما حد اعتدال را در نظر گرفتیم. ولی اگر بگیم به اصطلاح شما که گفتین کدام محصل پرزه رفته یا نرفته در صنف چنین کاری نشده. مثلا بیرون از صنف اگر صادقانه بگیم چون اجتماع هست وجود داشته یا مثلا محصل بوده ولی من ندیدیم چون اتفاقات افتاده. ولی در داخل صنف تا جای کوشش کردیم این نزاکت ها را باید ما مراعات بکنیم و اما قدر حق نتیم به محصل که مثلا به استاد که ما میگیم مثل مثلا من نمیگیم مثل پدر معنویشان هستم مثل برادر معنویشان. یعنی چون این کار اتفاق نفتیده و امیدوارم آینده هم نه اتفاق نفته. بله باز همین همکار ما نصرت کیان پرودوسر برنامه هم که هست باز این پانتون که میرفت باز این را دیگه باز شیرک مزار میگفتن یک نام یک از موزیریت یک چیز میگفتن من از او خبر دارم. باز الا داد بیچاره پانتونه یکان تا هم سنفی های کس که باشه باز خیلی شوخ هم میباشه خصوصا کسایی که داخل میشینه و هیچ وقت به درس نمیشینه و نه ذهنشان کار میکنه که تخته را ببینه. اگر شما هم فعلا مثال محصل شوین یا در ماستری یا در دکترا برین و بشینین شاید شما هم شوخی خود داشته باشین. همیز در چوکی شیشتی باز یک فشارک سرت میه میگه حالا نه یکی را چوخ کرد دیگه. خوب خیر زندگی سر کس پشت روزا دق میشه. دقیقا استاد یونیفرم خاص به خاطر پانتونا ایجاد خواهد شد؟ امیدوار هستیم شوه. امیدوار هستیم که آزادی هیچ فرد سلب نشه در جامعه. هر فردی که در جامعه زندگی میکنه آزادی خودش را باید داشته باشه.
اگر قبلا داشتیم یا نداشتیم، ولی از این به بعد باید داشته باشیم. ولی تا هنوز چنین چیزی اتفاق نفتیده، یعنی به ما کسی مثلا نگفته که شما نکتایی نبوشید. از نگاه چیز میگم مقبولی پانتون و مقبولی اونمو محصل که مثلا اگر در یک یونیفورم نکتایی باشه یا کالای سفید کته و آزکت سیاه باشه کلگی یک رنگ، مثال در زیادتر پانتون های یکان پانتون که میبینیم خصوصا دولتی یا هند یا کدام جای دیگه که هست باز یکان دانش همه یونیفورم خدا داره، مثلا یونیفورم مکتب پانتون ها مومل هیچ کدامشان یونیفورم نداره، نه آزاد هستن. خب یکان دانش میگه داره، چون ما شوندیم والله والله نمیفهم، میگم اگه یونیفورم داشته باشه خیلی خوب نمیاد، شاید امکان داره که یونیفورم اوله در مکاتب خوب به نظر من میشه که یونیفورم باشه، ولی در کالج هم میشه، مثلا در افغانستان کالج وجود نداره، در کشورهای خارجی وجود داره. ولی فرض ما فکر میکنم که به همه محصلین و به همه اساتید یونیفورم ترتیب کردن ای شاید به نظر من مناسب تر نباشه، شاید رسیدگی نتونیم برشون، یا مثلا حکومت یا امو پانتون به اونا رسیدگی کردن نتونن. شما شرایط را خودتون بهتر میفهمین، چون در این اواخر مشکلات اقتصادی کمی زیادتر شد و حتی در از پانتون های شخصی هم محصلین تعجیل گرفتن، یعنی نتوانستن فیس را بپردازن. باز چی بسا اگر ما مثلا یونیفورم هم میسازیم به یک کس، حداقل باید اگر یک یونیفورم میسازیم او را دو جوره و سه جوره خو برشان بسازیم، فرضاً او چرک میشه باید چی بکنن؟ باید او را دوباره در یک روز نمیشه را مثلا تمیز بکنن و دوباره بپوشن. فکر میکنم که کمی مشکل تمام خواهد شد و پرهزینه خواهد بود، مثلا ما در چنین شرایط فعلا نیستیم که به او هزینه داشته باشیم. اگر از این مسئله بگذاریم خوبتر میه، چون پرودوسر ما خیاط است، ما گفتم غم از این خورده چوالش پرودوسر ما از خیاط ما است یه هر کار از خدا زده. باز من افهم چطور شد روز بعد محمد که پرودوسر برنامه تاشام شد. خب استاد، خب خودتون کدام رشته را خواندین و کدام رشته را تدریس میکنین؟ ما خودم درس خو زیاد خواندیم، مثلا ما که وقت وظیفه داشتیم مثلا بعد شارت کورس ها را خود در پوهنتون امریکای افغانستان خواندیم و لسانس در ژورنالیسم و ارتباطات است، یعنی ارتباطات جمعی. یعنی ما در پوهنتون هم که تدریس میکنم یک مضمون ارتباطات تدریس میکنم به نام بزنس کمیونیکیشن، ارتباطات بزنس کمیونیکیشن یا ارتباطات سازمانی را تدریس میکنیم و ماستری ما فعلا در جریان است، انشالله تمام شود. بعد تصمیم خواهد گرفتیم که اگر خداوند خواست در رشته که ما اسپشیالایزیشن باشیم، یعنی تخصص داشته باشیم، در رشته هم تدریس بکنیم. آرسی کردین؟ عروسی نکردیم، نه خیر. ماستری مهم از یه عروسی استاد. والا در چنین شرایط والا شما چی فکر میکنید؟ در این شرایط عروسی مهم است. خب خیر، نه پلان دارین بخیر؟ انشاءالله. بعد از ماستری دیگه؟ والا فکر کنم پیش از ماستری اتفاق خواهد افتید. خب خب. دلخوشی کس است که دلخوشی بدید؟ والا کسی نیست، انشاءالله تصمیم خواهد گرفتیم دیگه رسید کنیم. خب یعنی پلاو درک از دیگه بغیر یک سال بود، انشاءالله کسی هست، انشاءالله اتفاق خواهد افتید بزیدی. بخیر باشین استاد، خوش به حال او نفرهایی که خپلواک سه باری استاد داره. خواهش میکنم، کسی که میشینی کتش، یعنی واقعا پالیم ششتین نمیخواییم بگویم، افتخار است که شما رو استاد شاگردا داشته باشه و با شوق میه. حالا مثلا اگه میگم پرودوسر ما اگه شاگرد تون می بود از طبقه اوناس می بود، فکر نکنم اگه بی میکاپ صنف می آمد. نیاز است، یعنی طبقه دختر خانم ها یک ظریف هستن، باید مثلا تمیز باشن، باید آرایش باید بکنن. ما بیچاره هستیم که روی خدا ناجید دقیقاً، یک جور لباس را میتونیم یک هفته بپوشیم. بله، موضوع دیگه است، برای طرف وقفه میریم سوال، بعد از او دیگه با سوال ها را شروع بکنیم. بریم طرف وقفه دوستان. اوکی چاری، ستری میشه ای پخیر اغلی خپراوانه تا استاد زیارمل خپلواک را سر خپراوانه کده. نو استاد، افسردگی چی را میگه و چرا به وجود میاد؟ دقیقا مسئله که یا اختلال که امروزه از هر کس میشنویم، بله، یعنی هر کس یا میفهمن یا نمیفهمن،
به خود تلقین میکنن که ما افسرده هستیم یا نفر مقابل خود را میگن شما افسرده هستیم. خب امروز بالای صحبت میکنیم که افسردگی چی هست و ما چی بفهمیم که ما افسرده هستیم. یعنی ما میتونه هر کس میتونه بگه خود افسرده است یا کس دیگر ما گفته میتونیم افسرده است یا خیر. یعنی ما چی بفهمیم که افسرده هستیم، یعنی کدام عوامل در وجود ما دیده شده که ما بگیم ما افسرده هستیم و چرا افسرده میشیم و در اخیر نتیجه گیری میکنیم و راههای حلش هم پیشنهاد میکنیم. خب قبل از اینکه ما افسردگی را تعریف بکنم، عواملش را بگویم و چگونه راههای حلش را بگویم، از شما اگر بپرسم گاهی اوقات وزنتان یک بار یعنی بسیار به سرعت زیاد شده یا وزنتان بسیار زود کم شده؟ والا در کرونا کم شده بود، حالا زیاد شده استاد. و یا مثلا بعضی اوقات چیزی را که قبلا دوست داشتین، یعنی کار را که قبلا دوست داشتین و فعلا مثلا او را دوست ندارین، بی‌علاقگی نشان بدین، چون این چیزی هم بوده؟ عرصی کردن. خب عرصی فعلا دیگه مثلا نه چیخی کردن نه شاید این دقیق باشه. نه واقعیت هست. خب افسردگی چی را میگه؟ یعنی بی‌علاقگی شدن به کارهایی که قبلا به او ما علاقه داشتیم و حالا بی‌علاقه هستیم. یا کاهش تمرکز در ما، یعنی ما وقتی ما به چیز تمرکز کرده نمیتونه به این معناست که ما افسرده هستیم. یعنی خستگی های بیش از حد اگر در وجود ما باشه ما میگیم انسان افسرده هستیم. یعنی ما هیچ کار را انجام ندادیم ولی ما بسیار خسته و کسل هستیم، بی علاقه هستیم، کار دل ما نمیشه، تنبلی میکنیم، میگیم این افسردگی هست. و حالا آیا در وجود همه افسردگی هست یا این افسردگی به وجود میاد، کدام عامل باعث میشه؟ بله، قبل از اینکه بریم که ما چگونه بفهمیم که ما افسرده هستیم، افسردگی در زنها بیشتر از مردها هست. یعنی در 4 زن یک زن یک خانم میتونه افسرده باشه و در 10 مرد یک مرد میتونه یک انسان افسرده، یک مرد افسرده باشه. این بعضی عوامل داره، مثلا عوامل محیطی میباشه، اما توقعات بیش از حد خانم ها هست که خودشان افسرده میسازه. و امروزه بزرگترین اختلال، بزرگترین مریضی میتونیم برشان بگیم که افسردگی در تمام دنیا هست، نمیگیم ما در جامعه خود ما. یک تحقیق نو صورت گرفته بود، سازمان جهانی بهداشت یک تحقیق کرده بودند که در دنیا 350 میلیون انسان دچار افسردگی هست. 350. بله، یعنی افسرده هستند با عوامل مختلف باعث شده. خب این حالا من میگم که ما چی بفهم، فرض کنین که شما چی بفهمین یا بیننده عزیز چی بفهمین که افسرده هستن. اول مثلا دردهای عضلات، یعنی بیش از حد اگر عضلات ما درد میکنه به این معناست یک عامل این دردهای عضلات میتونه باشه ما افسرده باشیم. اگر اختلال در خواب ما ایجاد میشه، اگر ما بیش از حد خواب میکنیم یا هیچ خواب نمیکنیم، یعنی خواب ما بسیار کم باشه، یعنی ناگهانی اتفاق بفته، این یک عاملش میتونه افسردگی باشه. اختلال در وزن ما، اگر وزن ما بسیار به سرعت زیاد میشه یا بسیار کم میشه، این به این معناست که ما افسرده هستیم. اگر ما در اهداف خود، در امورات زندگی خود خوب تصمیم گرفته نمیتونیم، یعنی قاطعانه تصمیم گرفته نمیتونیم، میتونیم بگیم که یک عاملش افسردگی هست. و یا مثلا کارهایی را که قبلا دوست داشتیم و فعلا دوست نداریم اونها را انجام بدیم، فرض میکنیم شما اگر مثال بدیم، مثلا شما دوست داشتین گرداننده خوب باشین و کار بکنین، خیلی موفق پیش میرفتین، حالا بدون کدام دلیل، هیچ دلیلی وجود نداره، کدام عاملی وجود نداره، ولی شما دلتان نمیشه گوینده باشین، یعنی میگیم یک عامل افسردگی میتونه باشه، یعنی بی‌علاقگی به کارهایی که قبلا دوستشون داشتیم فعلا دوستشون نداشتیم. یا اگر ما فکر میکنیم به خودکشی، این هم یکی از یعنی خطرناکترین چیزی که موردی که افسردگی دارم این است که بالاخره اگر ما افسرده باشیم این باعث میشه که ما خودکشی بکنیم. و دیگه عاملی که ما بفهمیم آیا ما افسرده هستیم یا نیستیم، یعنی ما خسته هستیم بدون از اینکه کدام کار سنگین را انجام بدیم، ولی خسته و کسل هستیم، تنبل هستیم، هیچ کار دل ما نمیشه، خواب ما هم نمیبره، ولی خسته هستیم. این یک عامل دیگه میتونه که ما انسان افسرده باشیم. دیگه نکته که در وجود یک انسان افسرده میباشه اینها هستن که خجل زده میباشن.
حراس دارن از هر چیز، از اجتماع خود ترس دارن، میشرمن، تحت تاثیر قرار میگیرن و احساس گناه میکنن. هیچ کاری نکردن و احساس گناه میکنن. فرض میکنن که ما کدام کار کدام اشتباهی را انجام دادیم. یعنی میتونه یک عامل ازی باشه که ما انسان افسرده هستیم و انسان های افسرده همیشه خود را ملامت فکر میکنن. یعنی فرض فکر میکنن همه کار که مثلا در اطرافشان ایجاد میشه یا به وجود میاد به این معناست که خودشان را ملامت میکنن، که یعنی میرنجن، زودرنج هستن، خیلی بالای موضوعات کوچک و پیش پا افتاده فکر میکنن و میرنجن. اینها این اگر این عوامل در وجود ما باشه میگه ما انسان افسرده هستیم. خب حالا چرا افسردگی به ما رخ میده؟ چرا ما دچار این اختلال میشیم؟ کدام عوامل باعث میشه که ما انسان افسرده باشیم؟ چند عامل بزرگ باعث میشه که ما انسان افسرده باشیم. یک، اختلال و بی‌نظمی در مغز ما. بعض اختلالات اگر در مغز ما، مثلا ما صدمه دیدیم، ضربه دیدیم در مغز خود، یا مثلا این باعث میشه ما انسان افسرده باشیم. دوم چیزی که باعث میشه ما انسان افسرده باشیم، این افسردگی میتونه ژنتیکی باشه، یعنی ارثی میتونه باشه. فرض کنید اگر ما یک مادر افسرده داشتیم و یا اگر یک پدر افسرده داشتیم، ما میتونیم اگر ما اولاد، مثلا اولادشون هم میتونن افسرده باشه. فرضاً ما در یک خانواده افسرده زندگی میکردیم، پدر و مادر ما افسرده بود، ما انسان باعث میشه که ما افسرده شویم. این عامل دوم. حالا اگر مثلا ژنتیکیم نبود، پدر و مادر ما افسرده نبود ولی ما افسرده هستیم، چند عامل دیگه هم وجود داره که میتونه ما را باعث شوه که ما افسرده شویم. محیط ما باعث میشه که ما انسان های افسرده شویم، یعنی محیط هم تاثیر خودش را داره تا ما انسان های افسرده شویم. مثلا وضعیت اقتصادی باعث میشه ما، یعنی فقر و بیچارگی باعث میشه ما انسان افسرده باشیم. خشونت اگر در یک جامعه، در یک خانواده باشه، ما باعث میشه که انسان افسرده باشیم، ما میرنجیم، پس باعث میشه که ما انسان افسرده شویم. تبعیض باعث میشه که ما انسان افسرده باشیم، یعنی سوء استفاده از ما، که سوء استفاده کرده، ما یک عقده داریم ولی عقده خود را نمیتونیم کنترل بکنیم و نمیتونیم مثلا خود را ابراز بکنیم. یعنی اگر از ما کس سوء استفاده کرده باشه در اجتماع، باعث میشه که ما انسان افسرده باشیم. دیگه عاملی که باعث میشه ما انسان افسرده باشیم، کار زیاد باعث میشه که ما انسان افسرده باشیم. ببینین اگر شما میخواین یک زندگی سالم داشته باشین، اگر یک شخصیت سالم داشته باشین، اگر انسان سالم باشین و افسرده نباشین، شما باید زندگیتون را 24 ساعتتون را به 3 بخش تقسیم بکنین. ما گفتیم یکی از عواملی که ما میتونیم افسرده شیم کار زیاد است. مثلا ما 24 ساعت داریم، فرض کنین در طول روز اگر 8 ساعتی را کار بکنیم، 8 ساعتی را خواب بکنیم، 8 ساعتی را تفریح بکنیم، زندگی فوق العاده میتونیم داشته باشیم. یعنی اگر از 8 ساعت ما زیاد کار بکنیم ما افسرده میشیم. اگر ما بیش از 8 ساعت کار بکنیم، خواب بکنیم، یا از 8 ساعت کمتر خواب، یعنی اگر از 8 ساعت زیاد خوابم بکنیم افسرده میشیم، اگر از 8 ساعت کم خواب بکنیم افسرده میشیم. یعنی ما باید 8 ساعت تفریح بکنیم. یعنی ببینین بعضی از محصلین خصوصا میگه مثلا فرض میکنه میگن که ما تا 1 بجه شب 2 بجه شب درس خوندیم و اول نمره هم است، ولی اگه اول نمره افسرده، اگه اول نمره پرخاشگر، یعنی او خود نیاز نیست به جامعه. پس ما باید حد اعتدال را در نظر بگیریم. 8 ساعت باید خواب بکنیم، 8 ساعت باید تفریح بکنیم، 8 ساعت باید مثلا کار بکنیم. اگر از این زیاد میشه یا کم میشه باعث میشه که ما افسرده شیم. پس اگر زندگی سالم میخواییم داشته باشیم و افسرده نباشیم، واقعا به امورات خود، به خانواده خود برسیم، باید زندگی خود چنین تقسیم اوقات بندی بکنیم. و نکته دیگه که باعث میشه ما انسان افسرده باشیم استفاده مواد مخدر است. اگر به هر گونه که ما مواد مخدر را استفاده میکنیم، هر چی که هست، یک عامل افسردگی ما میتونه اون باشه. خصوصا در بین جوان افسردگی امروز زیاد است. تمامشون مثلا خیلی از جوانم، یعنی فیصدی زیاد از جامعه را ما اگر فعلا ببینیم، به مواد مخدر عادت هستن، یعنی مواد مخدر استفاده میکنن. عامل دیگه که باعث میشه ما انسان افسرده باشیم وابستگی ما هست. وابستگی ما به یک جنس مخالف یا وابستگی ما با شبکه‌های اجتماعی. به اصطلاح هم که مثلا میگیم دوست پسر و دوست دختر اگر کس داشته باشی، باعث میشه که اونها انسان های افسرده باشن. و یا اگر مثلا بعضی محصلین دوستا پیش ما میان، فرض میکنن چنین ضربه در زندگیشون دیده، با کسی وابسته بودن و حالا مثلا اینکه دیگر رها کردن و افسرده شده و خود را مدیریت کردن نمیتونه، یعنی وابسته بودن هم باعث میشه شما
یک انسان افسرده شد. چطور میتونیم شاد باشیم؟ چطور میتونیم از این بالای همینال صحبت میکنیم ما چطور شاد باشیم و چطور افسردگی را از خود دور بسازیم؟ پس این عوامل تمامشان با هم یک جا شده، عوامل بیرونی و عوامل اجتماعی و خانوادگی، عوامل درونی که در خود ما هستند و خود شخصیت هم باعث میشه ما انسان افسرده باشیم. اگر ما انسان خجل زده باشیم، سوشل فوبیا یا ترس از اجتماع داشته باشیم، از جمع ترس داشته باشیم، تمام اینها باعث میشه تا ما یک انسان افسرده باشیم. بله. پس خوشبختانه ما میتونیم افسردگی را تداوی بکنیم. خودمون. بله. ما افسردگی را به دو طریق میتونیم تداوی بکنیم. پس حالا اگر ما دچار چنین مشکل هستیم چی کار بکنیم؟ ما به دو طریقه میتونیم افسردگی را درمان بکنیم تا یک زندگی فوق العاده شاد و خوب داشته باشیم. جانم. پس یکی ما میتونیم دارو درمانی داریم. توسط دوا میتونیم ما افسردگی را درمان بکنیم. مثلا نزد روانشناسا یا نزد متخصص اعصاب میریم، اونها به ما دوا میده و ما این باعث میشه یعنی دوا امی افسردگی ما را مدیریت میکنه، کنترل میکنه. ولی خوشبختانه افسردگی بدون دارو هم تداوی میشه و امروزه یعنی افسردگی اگر تا حدی که ما به خودکشی فکر نکنیم ما میتونیم افسردگی را خود ما درمان بکنیم. خب چی کار را بکنیم افسردگی را درمان بکنیم؟ خیلی راههای ساده هست و قابل تداوی هست. اول نکته اولی که خیلی مهم است، فوق العاده مهم است، خود را باید به خداوند متعال بسپاری. بشک. بله. خداوند متعال میگه ذکر یعنی مرا یاد بکنین تا ما به شما آرامش هدیه بکنم. پس اگر همیشه ما خداوند را یاد میکنیم و خود را به خداوند میسپاریم، این باعث میشه که ما روح روان ما آرام باشه و افسردگی را از خود دور بسازیم. یعنی ما چرا باید پریشان باشیم؟ چرا باید افسرده باشیم؟ خداوند متعال میگه تو از من چی میخوای؟ من از رگ گردن هم نزدیکتر به تو هستم. پس چرا باید افسردگی داشته باشیم؟ چرا به خداوند خود را نسپاریم؟ چرا از اون کمک نگیریم؟ یعنی دعا، نماز، تلاوت قرآن کریم، خود را به خداوند سپردن، این باعث میشه تا ما افسردگی را از خود دور بسازیم. نکته اول، یعنی ما باید برزش خود پی ببریم. نکته دوم که باعث میشه ما افسردگی را از خود دور بسازیم ای است که ما کی هستیم، هدف خلقت ما چی است و ما چگونه در این دنیا آمدیم و وظیفه ما چی است. یعنی ما وقتی ارزش خود پی ببریم ما میتونیم افسردگی را از خود دور بسازیم. بله. یعنی. ادامه شو استاد اگر بعد از وقفه بریم. درست است. بریم دو سیزی طرف وقفه پس برمیگردیم. بیام استری میشه. خب استاد میریم طرف باقی مانده. درست. نکته دوم که باعث کمک ما را میکنه که ما افسردگی را از خود دور بسازیم همی است که ما باید خود را بشناسیم. یعنی برزش خود پی ببریم. برزش خود پی بردن به این معنا که ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم و خود را باور بکنیم. خب خداوند این را باید ما بپذیریم که خداوند ما را یک ارزش والای یک انسان است که انسان را اشرف مخلوقات خلق کرده. تمام موجوداتی که در این دنیا هست، تمام موجوداتی که خداوند متعال خلق کرده او را فقط فقط بر انسان خلق کرده. یعنی انسان چنین جایگاهی نزد خداوند داره. پس ما اگر جایگاه خود را بفهمیم، یعنی خداوند متعال میگه شما را جاگزین فرشته ها در زمین مقرر کردیم. یعنی خداوند با ما زیاد ارزش قائل است ولی ما خود ما ارزش خود را نمیفهمیم. وقتی ما ارزش خود را فهمیدیم و ارزش خود پی بردیم بعد میتونیم ما افسردگی را از خود دور بسازیم. نکته سوم که باعث میشه ما افسردگی را از خود دور بسازیم و این را تداوی بکنیم امو بود که ما باید 24 ساعت خود را به سه بخش تقسیم بکنیم که قبلا اشاره کردیم. یعنی اگر رو خوب استفاده بکنیم ما میتونیم افسردگی را از خود دور بسازیم. نکته چهارم که باعث میشه ما افسردگی را از خود دور بسازیم از اخبار فیک یا اخبار از حقایق و اخباری که باعث میشه ما را برنجانه باید از او دور باشیم. مثلا امروزه شما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید اخبار فیک یا اخبار جعلی هدفم. یعنی ما از اخبار جعلی، از اخبار منفی باید دور باشیم. این باعث میشه که ما افسردگی را از خود دور بسازیم. نکته دیگه، ما باید در خانواده سالم زندگی بکنیم تا انسان افسرده نباشیم. اگر خانواده ما سالم باشه، اگر در خانواده ما تبعیض وجود نداشته باشه، اگر پدر و مادر ما افسرده نباشه، بعد ما میتونیم یه افسردگی رو بسیار خوب مدیریت بکنیم و انسان افسردگی به ما رخ نده. نکته دیگه که فوق العاده مهم است، من همیشه به مسئولین هم میگم شما در زندگیتون دو چیز را باید خوب انتخاب بکنید اگر زندگی شاد داشته باشین و افسرده نباشین.
یکی تحصیل است، یکی ازدواج. اگر این دو چیز به خواست دلتان نبود، اگر مطابق به میلتان نبود، زندگیتان یک جهت خوب نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر ما وقت تحصیلات عالی میکنیم، اگر او به خواست خود ما نبوده، وقت ما از پوهنتون فارغ میشیم، ما نمیتونیم امو وظیفه دلخواه خود را پیدا بکنیم. و ما انسان ها نیاز داریم به پیسه، نیاز داریم به اقتصاد. پس اگر اقتصاد خوب تر نداشته باشیم، امی است که ما میرنجیم و یک زندگی سالم نمیتونیم داشته باشیم. پس اگر ما ازدواج ما ناسالم می باشه، ازدواج ما اجباری می باشه، این هم باعث میشه. فرض کنین اگر ازدواج ما یا از خودت یا از ما اگر به خواست خود ما نباشه، یعنی هر روز بریم مثلا خانه یعنی فرض میکنیم به طرف خانم خود میبینیم و او به خواست ما نبوده، پس این باعث میشه که ما میرنجیم و مثلا هر روز جنگ دعوه باشه در خانه، پس این باعث میشه که ما افسرده باشیم. پس دوستان عزیز باید متوجه باشن که دو چیز را خیلی دقیق باشن، یکی تحصیلات عالیشان و دوم ازدواجشان. اگر این دو چیز خوب بود، تمام زندگیشان خوب است. بازود بیچاره بابا جان ازو که باز میگه زن رسول است الکو از مرد. دقیقا خوب مسئله را اشاره کرد. بله واقعیت هم باید کل چیز با ماهنگی و در اسلام هم گفته شده پیش ازی که ازدواج میکنی باید دختر پسر ببینه یا پسر دختر ببینه. خوب است، خوب است. رای دیگر را داره، مثال میتونیم عروسی دویم کنیم. آیا رای گریز تصمیم داره جان؟ خود تصمیم داری این برسی؟ نه خدا نکنه، در زندگی تصمیم دویم ندارم در دل ما. گفته یک چیزای بله، یعنی ازدواج سالم یعنی زندگی سالم، ازدواج سالم یعنی دور از افسردگی، تحصیلات به خواست خودت دور از افسردگی، اینها باعث میشن. اگر ما شغل خوب داشته باشیم افسرده نیستیم، یعنی شغل ما وقت تحصیلات به خواست ما بود، شغل هم به خواست ما هست، چون ما در او تخصص پیدا میکنیم. نکته دیگه که ما باید افسرده نباشیم، هیچ کس حق نداره که خود را با دیگران مقایسه بکنه، ولو که ما باشم خودت باشه، هر کس برنامه را میبینه، هیچ کس حق نداره خود را با دیگران مقایسه بکنه. هر کس جایگاه خود را داره، هر کس نزد خداوند جایگاه خود را داره. بله، یعنی ما چنین کار نکنیم در جایگاهی که هستیم، چیزی که هستیم خود را فراموش بکنیم. یعنی هر کس از خود جایگاه خودش را داره. پس ما اگر خود را مقایسه کردیم، فکر کنیم که شما افسردگی را از خود دور ساخته نتونستید. و نکته دیگه که فوق العاده مهم است، خیلی مهم است، هدف داشتن در زندگی و خود را مصروف نگه داشتن است. پس اگر ما بیکار بودیم، افسرده هستیم، خب وظیفه نباشه چیکار میستد؟ ولی میشه، مثلا ما در مورد هم صحبت خواهد کردم. یعنی ما باید در زندگی یک هدف مشخص داشته باشیم. اگر ما هدف داشته باشیم، با وابسته کس نمیشیم. اگر ما دنبال هدف خود هستیم، اگر ما در زندگی خود هدف داشته باشیم، ما افسرده نمیشیم. اگر ما در زندگی خود هدف داشته باشیم، از کشور خود فرار نمیکنیم. اگر ما در زندگی خود هدف داشته باشیم، ما به مواد مخدر رو نمیاریم. پس اگر چنین عوامل در زندگی ما باشه، ما دیگه انسان افسرده میشیم. یعنی ما تا حد زیاد کوشش بکنیم تا خود را مصروف نگاه بکنیم، هیچ کار کردن نمیتونیم مطالعه بکنیم. بله. هیچ کار کردن نمیتونین. اگر سواد دارین، برین در خانوادهتان به اطفال تدریس بکنین. خیلی کارهای کوچک کوچک را ما انجام داده میتونیم تا خود را مصرف نگه بکنیم. بله. پس این عوامل باعث میشه ما افسردگی را از خود دور بسازیم. بخیر باشین استاد. میخوایم کوتاه کوتاه باشیم استاد، چون موضوعات زیاد هست. کوتاه میخوایم. چطور کنیم استاد؟ تکیه کلام گم کنیم از پیش خود. مثلا نال تکیه کلام ما از جانم هستی. مثال دهی چیز شدیم در برنامه. سر یکان تو خوب میخوره، یکان تو خوب نمیخوره، در دفتر مسئول ما که از چند دفعه ما را شانده که او بچه چرا میگه پا میگی؟ میگم خود سیز دیگه نمیگم، فکرم نمیم باشه باز یا مثلا آل مثلا زیاد میگم بله بله. مثلا یا چی یکان تو از یکان تکیه کلامی دیگه داره. خیلی رو صحبت میکنیم و از این کدام مهمتر موضوع که است، چگونه میتونیم افکار منفی را از ذهن خود پس کنیم؟ مثلا زیاد چیزهای است، میفهمید که مطلبم چی است؟ بله، چند عامل مهم است که ما امی افکار منفی از ذهن خود دور بسازیم. باز هم اول ای بر میگرده به خانواده های ما. ما چرا افکار منفی داریم؟ اگر در یک خانواده زندگی میکنیم،
کنجا خشونت هست، در خانواده زندگی میکنیم کنجا احترامی وجود نداره، در خانواده زندگی میکنیم کنجا پرخاشگری به حوج خود رسیده، در خانواده زندگی میکنیم که تمام زندگیشان مقایسه کردن هستند، یعنی در خانواده زندگی میکنیم که توقعشان بیش از حد است. اینها باعث میشه ما انسانای منفی نگر باشیم. دوم عامل که باعث میشه انسانای منفی نگر باشیم، ما یعنی اگر بخوایم افکار منفی را از ذهن ما دور بسازیم، باید که خانواده سالم داشته باشیم. یک. دوم اگر میخوایم افکار منفی را از ذهن ما دور بسازیم، باید دوستای سالم داشته باشیم. پس یک دوستتان اگر بگه شما چون کار را کرده نمیتونید، بله نمیتونید. یعنی شما به هر چیزی که خود، یعنی هر چیز برمیگرده به نگرش خود شما. پس اگر نگرش شما منفی می باشه در مورد کدام موضوع، امو چیز اتفاق میفته. اگر مثبت می باشه، مثبت اتفاق میفته. پس دوستای ما هم باعث میشه که ما منفی نگر باشیم یا منفی نگر نباشیم. پس امروز اگر هر کس منفی نگر است، باید این ارزیابی بکنن که مشکل در خانواده است یا در دوستایشان. نکته دیگه، ما خود ما میخوایم که منفی نگر باشیم. ما میگیم شما باید شرایط را انتخاب بکنین، شرایط را بپذیرین و بعد حرکت بکنین. خب مثلا بعضی امروز از این از چنین شرایطی که ما داریم خیلی میرنجن، این باعث شده که منفی نگر شدن، همیشه منفی فکر کردن. یعنی ما چیکار بکنیم؟ دیگه کدام گزینه نداریم، پس این را باید ما بپذیریم. یعنی انسان هایی که منفی مثبت نگر هستن، اونها میپذیرن واقعیت ها را. پس شما چرا منفی نگر هستین؟ شما باید واقعیت ها را بپذیرین. خب فرض میکنیم این گلاس پایین افتید شکست، این امرای خود فکر میکنه اگه گلاس پایین بفته مشکنه، خب شکست چی مشکل ایجاد شد؟ خب باید منفی نگر نباشیم. این از کارهای کوچک کوچک شروع باید بکنیم. یعنی ما باید واقعیت پذیر باشیم و حرکت بکنیم و پیش حرکت بکنیم. یعنی اگر ما واقعیت ها را نمیپذیریم، پس ما انسانهای منفی نگر هستیم. یعنی اگر چند این چند عامل را ما مراعات بکنیم، پس ما میتونیم افکار منفی را از خود دور بسازیم. و نکته دیگه هم که کمک ما میکنه که ما انسان‌های باشیم، انسان‌های مثبت نگر باشیم، باز هم برمیگرده به مو مصروفیت بودن ما، هدف داشتن ما. این بیکاری بزرگترین مرض، بزرگترین عامل است که ما منفی نگر باشیم، باید افسرده باشیم، باید در زندگی مردم مداخله بکنیم. پس ما تا حد زیاد باید کوشش بکنیم تا خود را مصروف نگاه بکنیم، تا افکار منفی را از خود دور بسازیم. یعنی همیشه شما به خود تلقین بکنین که من هر کار را انجام میدم، هر توانی که دارم اون از توانم استفاده میکنم، بعد تمام نتیجه را به خداوند متعال میگذارم. هر چی که خداوند خواست چنین چیزی میشه. پس اگر ما تمام تلاش خود را بکنیم و خود را به خداوند متعال بسپاریم و نتیجه را به خداوند متعال بگذاریم، پس جای تشویش، جای کدام شکایت نیست. یعنی ما باید تشویش آینده را نداشته باشیم. یعنی باید ما این را بپذیریم، یعنی واقعیت پذیر باشیم. بزرگترین عامل که ما میتونیم منفی نگر نباشیم، باید واقعیت ها را بپذیریم. تشکر. جامعه ما هست، باید بپذیریم. تشکر استاد. خیلی یک چند دقیقه دیگه هم وقت داریم. یکان تو استاد که از این زندگی دلسیر میشن یا مثلا بیخی دیگه دلسرد میشه، بیخی دیگه دنیای دیگه میره، یعنی مثلا دنیای تخیلی یا خیالی میخوای اون رقم یک دنیا با خود داشته باشه، این نفرها رو چطور میتونیم کنترل کنیم؟ یعنی کسایی که از زندگیشون دل سرد شدن، زندگی برشون خسته کنه است. بله، چطور میتونیم این افراد را ما مدیریت بکنیم؟ یعنی اینها باید اول از زندگی باید خودشون تعریف داشته باشن. زندگی یعنی چی؟ یعنی هر کس در مورد زندگی یک نظر، یک تعریف خاص خودش را داره. ما میگیم که زندگی یعنی رسیدن به آرامش درونی و بیرونی و بالاخره زندگی یعنی رسیدن به همان اهدافی که ما میخواهیم. خب ما دو نوع خستگی داریم. پس ما اگر زندگی خسته و دلسرد هستیم، ما دو نوع خستگی داریم. یکی ما خستگی ذهنی داریم، یکی خستگی جسمی داریم. ما باید اول را پیدا بکنیم که ما ذهنن خسته هستیم یا جسمن خسته هستیم، بعد راه حلش را باید بکنیم. خب در روانشناسی میگه و بزرگترین روانشناسای دنیا میگه وقتی که ذهن ما خسته بود، جسم ما خسته هست. پس بزرگترین عاملی که ما زندگی خسته میشیم اون جسم است. پس حالا من میگم کدام عامل جسم را خسته میسازه، کدام عامل ذهن را خسته میسازه، تا این دو با هم یک جا شده
و ما را زندگی خسته یک دقیقه وقت داریم استاد. خب عواملی که یعنی جسم را خسته میسازه اون ورزش نکردن است، خواب مناسب نکردن است یا کارهای خیلی سنگین انجام دادن است. ذهن را چی خسته میسازه؟ افکار منفی، دوستای منفی، نداشتن هدف، خواب ناکافی، ورزش نکردن که امروز در اسکیجول تقسیم اوقات هیچ کسی نیست. پس اگر ما یک انسان هستیم از زندگی خود خسته شدیم، باز هم اولین نکته را که من به خاطر این اشاره کردم که شما میتونید از افسردگی دور باشین، خود را به خداوند سپردن و عبادت خداوند را کردن و هر چی که میکنین به خاطر خدا رضایت خداوند مطابق. پس اگر من از زندگی خسته هستم، ببینید این کمک کردن لذت دیگه داره. اگر شما میخواهید زندگیتون شاد باشین، خسته نباشین، برین به همگی کمک بکنین. این کمک کردن باعث میشه شما شاد باشین، شما در جامعه جایگاه پیدا میکنین، شما نزد افراد جایگاه پیدا میکنین، پس باعث میشه شما انسانهای شاد باشین. تشکر. پس ما باید انسانها را به خاطر اینکه انسان هستن کمکشان بکنیم. تشکر. سلامت ان شاء الله در یک روز دیگه شما را با خود خود داشتیم. بسیار زیاد تشکر است. بسیار زیاد دوستان همانند لطفا سلام چه تردید ما وی علام و مل شخ بشارم.